سلام دوستان، من رام یا ولکاریس هستم، این بالا سریم جیسن یا زایدار، اونورم خودی دانجن مستر و این کراون آف مدنس یا تاج جنون یک بازی DND یا دانجنز اند دراگونز یه رول پلین گیمه که ما با هم معمولا سعی می‌کنیم هفته‌ای بار انجام بدیم ولی به زبان فارسی. خلاصه خیلی خوش اومدین. اگر تا حالا ندیدین بازی رو، توصیه میکنم از اول این پلیلیست دانجنز اند دراگونز توی صفحه یوتیوب هم شروع کنید تا ببینید داستان چیه. امروز فکر میکنم جلسه 17ام. خودی میخوای ریکاپ بدی که چی شد جلسه قبلو که آره، شما فصل پاییز تو شهر واتردیپ و این تو این جشن کارناوال متعددی را میافتی، از شهرهای دیگه همه میان هنر خودشون رو به اجرا میذارن. کارناوال تو خیابون را میافته و همه جا تو شهر و همه محله شادی و جشن و پایکوبیه. شما هم به ویلای آقای کاسالانتر دعوت شدید، مثل فصل گذشته که تابستون رو جشن میگرفتن اومدین اینجا و قبلا با این خانواده آشنا شدیم توی مهمونی قبلیشون. حالا این سری که اومدیم توی مهمونی با آقا و خانم کاسالانتر آشنا شدید که قبلا دیده بودیم، دخترش هم که بود تانالیا. تو مهمونی مدتی گذشت، بعد از توی آشپزخونه یهو یک موجود قولپشندی اومد بیرون که از قطعات مختلف یه آدم که به هم دوخته باشن تشکیل شده بود و مثل که آب جوش هم ریخته بود روش، سوخته بود و خیلی عصبانی بود. میاد تو اون درگیری یکی از خدمتکارا کشته میشه و دوتا از مهمونا و دوتا از سربازا. موقعی که میمیره از لاشش یه دودی مساعد میشه که مهمونا از تو کلهشون یه خار در میاد و شروع میکنن همدیگر رو زدن. این اتفاقات که افتاد، بولکاریس از تو بالکن زد به چاک سریع که بره خبر بده پلیس شهر رو مطلع کنه از اتفاقات، و زیدار به صورت جادویی خودش رو تبدیل به غبار کرده بود که داشت اتاق به اتاق میرفت و تو اتاق زیر شیروانی متوجه شد که یه نفر رو به زنجیر کشیدن به دیوار، دهنش هم بستن و توی این اتاق است. بازی هم اینجا متوقف شد دفعه پیش که توی این شلوغی بود. ضمناً گفته باشم بولکاریس بعد از این مدتی که میره تو بیرون باغ میمونه، تصمیم میگیره که بعد از اینکه خبر داد به سربازا که پلیسا خبر کنن، برگرده دوباره بیاد و ببینه که چه اتفاقی واسه رفیقش افتاد. و از بالکن اومدی تو که دیدی بالکن اتیک بود دیگه، نه یا بالکن افتاد رفتش. آره بولکاریس نه زایدار، ولی آره رفتم اون سیر شیروانی. بولکاریس تو برگشتی الان بیرونه، برگشتی دوباره تو مهمونی؟ آره من بیرونم، راست میگه ها، یه من کجا بودم؟ آره من تو نقشه تو رو گذاشتم بیرون که اگه حالا خواستی دیگه از اینجا شروع میکنی. تو بیرون ساختمونی، زیدار توی ساختمونه. تو هم میتونی مسیج ولی بزنی به با ذهنت دیگه. زیدار میبینی اینجا که تو نقشه علامت میزنی. آره آره شما پشت این اتاقی که این یارو رو به زنجیر کشیدن زیرش چیرونی هم هست اینجا. آره. فعلا همینجوری نوبتی میتونیم شروع بکنیم. میتونیم هم یه تاس شروع اینجا تاوش شد که من یارو رو دیدم، بعد دیدم احساس کردم که یارو هم داره من نگاه میکنم. جیسن صداش فریز شد، خودش هم فریز شد. آره. زایدار خوشی صفم بازه ها، ولی صدام یه جایی دیگه باید فکرم عوض کنی اینترنت دیگه هستم نیستم. الو الو، آره الان باید فکرم صفحه تو یه ریفرش بکنی روی این کنی آشم نمیدونم
تصویرت فریز شده، صدات هم مثل آدم آهنی شد. شد مجوشه قطع کنه. همیشه ما رو گایده دیگه، دوستانی که دنبال میکنن این بازی رو میدونن که جیسن هر هفته چه صفحه ایم فریز شده. وای دست این جیسن رفت بیرون دیگه، وایسیم بره بیاد دوباره. تو چه خبر خودی؟ همه چی خوب؟ آره هستیم فعلا. تنظیمات رو دلم به هم میزه. من با حواسم باشه دوباره درست کنم که تو اون دفعه نریسی. الو اینترنت هم رفت و اومد. درسته. ردیفه. صدا هم میشنویم. خوبیم. الان خوب. صدا خوبه. تصویرت هم نسبتا. ردیفه. خیلی خوب. من نمیدونم اینترنت هم یه دفعه قطع شد دوباره اومد. ولی هست. خب. سفر رو باز کنم. قرار بود تاس اینیشیتیو بریزیم ولی همه صفحات هم رفت. آره چون تعداد آدمایی که اینجا هستن زیاده، یه تاس شروع بازی بریزید که نوبت به نوبت بازی بکنیم. خب اینیشیتیو شروع بازی همتون ببینیم. چه خبر There it is. مال من بود تو. اینم مال من. تو که دو، من 17. بذاره با جون تاس بریز بابا، این چه وزن تاس ریختنه؟ فرقی نداره. تاس رندومه، از چه کاری بکنی از حتی رندوم در نمیاد. اوکی زیدو تو با دوی که ریختی آخر دور بازی میکنی. حالا دیگه اینو داشته باشید تا بعد اگر لازم شد اون وقت ازش استفاده. و اما بولکاریس تو بیرون چیکار میکنی؟ تو رفتی بیرون سربازا رو مطلع کردی که چنین اتفاقی افتاده، اون تو درگیری شده با یه موجودی و اینا، بدو برگشتین اومدیم پایین و الان دوباره از تو باغ برگشتی به سمت ساختمون، دم ورودی ساختمونی. سربازا مثل قبل اونجا واستادن ولی متوجه میشی از صورتاشون که فهمیدن یه خبریه ولی پستشون رو چون دستور دارن ترک نکنن نمیتونن ترک کنن تا دستور بهشون داده بشه که ترک بشه. میای میرسی بهشون، بهت میگن که چیزی بهت نمیگن دیگه، خودت دیگه میگم آقا اگه یادتون باشه اینجا شما موقع مهمونی که اومدید دیگه زره و همه چیتون رو نیاوردین، سلاحت هم گفتم چون تو میتونی به دستت احضار بکنیش، گذاشتی تو همه چی رو تو اتاق خودت موند دیگه، با مهمونی نیومدی مسلح به قول من. یه جا ولی یادم دفعه پیش آره سامن کردی تبرت دیگه چون با اون جنوبر تو اتاق درگیر شد. اینم باید بس بهت بگم، تو نصف جونت پرید توی اون درگیری. آره. و نیمه جون شدی تقریبا. هم 15 هم کمتر نیمه جون. آره میتونم یه ذره چیز کنم. بابا چشمدل آره چشمدل بهت میگه که من میتونم زخماتو خوب بکنم اگه بچسبونی منو به دلت، دو بار در روز میتونم زخماتو خوب کنم. واو بابا چه چیزیه. خودتو پر کن دیگه. آره خود. اوکی من منتظرم که زایده به من یه مسیج مغزی بده دیگه. اوکی پس همون بیرون میمونی یا میخوای برگردی تو؟ اگه ببینم جو داره آروم میشه و مردم بذاره واکنش عجیب غریب نمیکنن، اینا سعی میکنم بیام برگردم تو ببینم چه خبره. نه مهمونی به هم ریخته، ملتو دارن بدرقه میکنن سوار کالسکاهاشون بشن برن. خب من آروم آروم برمیام، اگه ببینم در حال ترس و خیلی چیز زیادی چیز نیستش آروم آروم برمیام. نه دیگه جلو در ورودی شلوغه، سربازا دارن سعی میکنن که مهمونا رو دونه دونه سریع سوار کالسکه کنن رد کنن برن و تو یه همچین حال هوایی. حالا منم کم کم میام بالا ببینم چه خبره دیگه. اوکی از پله ها میای بالا. حالا پس صبر کن که شما از پله ها میای بالا. زیدار آخرین نفر بازی میکنه، اینا میرم بالا، این خانومو بقیه مهمونا میام
پایین که تو تو راپله ولکاریس میبینیشون. این مهمونا دارن از راپله میان پایین و همه به نظر میان نیمچه سالم و اینا باشن دیگه، یعنی اتفاق نیفتاده؟ نه نه اوکی هن. ولی شاکن همشون دیگه، یعنی اون همه که دارن رد میشن میپرسم چی شد چی شد و اینا، میگن چند نفر کشته شدن یه همجوری چیز میکنن. تا اینکه میای حالا تو رو باید باستی دیگه تا نوبت خودت، بذار من بقیه رو هم چیز کنم. اینا هم میان آشپزا میان به این مرده ها رسیدگی کنن. آقای کاسالانتر با دخترش میره بالا تو طبقات بالا که اتاق خوابشونه. زیدا تو میبینی که این یارو که به زنجیر کشیدنش، یک چشای کاسه خون، دهنش هم بستن، جلو دهنش دیده نمیشه، ولی میگم پوستش گداخته است، انگار که خیلی با آتیش مثلا شکنجش داده باشن، میفهمی چی میگم؟ ولی آثار سوختگی نمیبینی روی بعد میبینی که از چهار طرف زنجیر شده به دیوار و این خونه کم میستری نداره ها واقعا. شما یه تاس هوشیاری بریز ببینم متوجه چیز دیگه میشی. تو متوجه میشی درست جلوی در ورودی، یعنی یه قدم بری تو، رو زمین یه سیمبولی رو کشیدن، یه سیمبول شیطانی. یه تاس اینوستیگیشن بریز ببینم که میفهمی این سیمبول شیطانی چیکار میکنه. ریلیجن نیستش؟ نه چه ریلیجن خیلی بالاست. اینوستیگیشن یا تحقیق، یه تاس بریز. تو حدودا میفهمی که این سیمبولا رو میذارن که یه کاری بکنه، اگه پاتو بذاری روش یا از روش رد بشی یه اتفاقی بیفته. حالا مدلای مختلف داره، بعضی هاش نمیدونم فلجت میکنه، بعضی هاش کورت میکنه، بعضی هاش میکشته دیگه، ولی یه بلای سرت میاره خلاصه. ولی در بازه و من پشت در میبینم؟ نه در بسته است، تو به حالت غبار وارد این اتاق شده. درسته، ولی من از روی این سیمبول رد شدم آلریدی. پس از این تو حالت بخار رد شدی، اتفاقی نیفتاد. اتفاقی نیفتاد، ولی حدسم اینه که اگر آدمی رد شم، آدمی زدی رد شم و ببینم من اگه بخارم درام دیگه بار آخرم امروز و نمیتونم، باید استراحت کنم تا دوباره بتونم. تو فکر میکنم دو تا سلات داری دیگه. آره دیگه، آره دیگه، این دومین بارمه که امروز این کار دارم میکنم. خب خیلی خب، کاری که میکنم اینه که میرم میخوام یه روز دیگه برگردم اینجا، به خاطر اینکه الان اگه درم از حالت بخار بعضم خراب میشه، ولی این یارو هنوز اینجاست، بنابراین میرم از اینجا. میرم از کجا؟ میرم میرم بیرون محبته، همونجا که شلوغن، ولی نه اینکه کسی ببینه، یه جای گوشه زیر درخت، پشت درخت چیزی، دور تقریبا آدم میشم و وارد اون جمعی میشم که شروع پول قدم به در و میگی که منتظر okay. کالاس کاشونن و اینا. من مهارت میارم میذارم اینجا دم در. ولکاریس تو راپله مواجه میشی با یه گروه، همجور که توی نقشه میبینی، از آدمای شهر. اولین چیزی که متوجه میشی این مهمونا همه رده بالاهای اشخاصی هستند که تو شهر تو جاهای مختلف هستن، دکتر و تاجر و آدمای خیلی مهمن و خیلی شوک شدن و دارن تو از راپلا میان پایین و خانم کاسالانتر هم داره بدرقهشون میکنه و میگه که خیالتون راحت باشه، ما حتما پیگیر این قضیه خواهیم بود، با پلیس همکاری میکنیم و ببینیم بالاخره تو تحقیقاتمون چه اتفاقی میفته. به تو هم که میرسه میگه که از شما هم خواهش میکنم که بیایید که ما اونجا یه بار دیگه محل دقیق قتل و جنازه ها رو با هم بررسی بکنیم. میگه من شنیدم شما جز عضو دست خاکستری هستید و جدیدن باند تبهکار ایکس رو از این شهر دستشو پاک کردید.
یه بسیار خوشحالم از اینکه قهرمانای مثل شما اینجا الان در کنار ما هستن. ما فقط سعی میکنیم به مردم شهر خدمت کنیم. این خانم و آقای کاسالانتر هم از لحاظ قیافه‌ای خیلی خوشگل و خوشتیپن. اگه بخوای با هنرپیشه‌ها مقایسه‌شون بکنی، آقای کاسالانتر شبیه براد پیته، خانم کاسالانتر هم شبیه انجلینا جولیه. من میرم بعدم ازش میپرسم که اوپن ریلیشنشیپ ان سوینگ میکنن یا نه. کمربند شل شد. فقط برای اینکه از لحاظ برخورد و شخصیتی داشته شو بشه بگه، همیشه قیافه آدمای کاریزماتیکی ان جفتشون. میخوره بابا، شیطان پرستی میتون پرستی الان کارا هستن. میبینی که به شما میگه که با من بیاد بالا، مهمونا که دارم میرم پایین، در واقع طبقه بالا اینجا جایی که این جنازه افتادن. بفهم تو مهرت کجاست؟ این برای من تو بذارم اینجا. الان چیز من پیش من، زایدار اومده پیش من دیگه نه؟ آره من نه خبر نداری، ولی باید واسه تو مسیج بزنی واسه تمام دارم دنبالش میگردم دیگه. تا بقاطی آدم ها شدم شروع میکنم دنبال وولکاریس گشتن که برم سراغش. اوکی، حالا فعلا که وولکاریس نیست، یعنی آره با هم نرسیدی. با خانم کاسالانتر میای و نگاه میکنی، میبینی که این جنازه ها رو دارن بررسی میکنن و اینا. میگم الان اینجا این از این جنازه میگم یه قبار سبز رنگ توریز اومد بیرون و چی شد که اون دیگه نیستش؟ میگه یه جادو بود که من دیسپلش کردم. جادویی چی بود دقیقا؟ خونساش کردم دقیقا. همین تاجشینی که اسم کمپینه دیگه. میگه نمیدونم، میخوام از اون بپرسم. جادوی تاج جنون بود، ولی معمولا این روی یه نفر شکل میگیره، نه روی این همه آدم دیگه. یه هرچی بود یه چیز جدیدیه، من تا حالا باش برخورد نکردم. یه از سحر و جادو سررشته هم داری بولکاریس؟ من راستش نه خیلی. میگه که در حد خیلی ابتدایی بود. میگه تا بگو رفیقم، بگو رفیقم، خیلی هم خوش تیپه. یه تاس هوشیاری بریز. من؟ نه بولکاریس. آخر هوشیاری کدوم میشه؟ پرسپشن؟ پرسپشن نه. تو همینجوری که با خانم کاسالانتر داری صحبت میکنی، از گوشه چشت میبینی که اینجا از توی بالکن به بیرون دید داره. داری میبینی که این چادری که زده بودن به بی بزاعتا غذا میدادن به بیرجند، چادره رو دارن جمعش میکنن سربازا. اون چادره رو به من کامیونیکیت کرد زایدار دیگه، سری قبلی دیگه، که چه اتفاقی در توش میفته. نه تو چت چیز بودی، تو چت چی بودی؟ من سعی کردم اینجا بکشم بیرون که خرج و خرش. آره تو پس کاراکتر من هنوز نمیدونم، کاراکتر من نمیدونم. نه هنوز چتی راستی؟ نه نه پرید دیگه بعد از این همه کتکی که خورد. آدرنالین و اینا. بین صحبتات همینجوری که داری حرف میزنی میبینی که دارن اون چادر رو بیرون هم دارن جمع میکنن، اونجایی که داشتن به بی زاعت شام میدادن. و دیگه اگه میخوایی که جنازه ها رو بررسی بکنی، یه تاس اینوستیگیشن هم تو بریز. من بریزم؟ نه تو هنوز نیومدی بالا واسه تا این صحبت خودش کارش بکنی. بابا امروز تاسی میسی که بفهم. تو متوجه میشی که این غبار ربطی اصلا به این بدنه نداشت. و این بدنه وقتی مرده دیگه، هر جوری که زنده نگرش داشته بودن این قطعات و مختلف آدم ها رو که به هم دوختن، وقتی انرژیش افتاد دیگه بلند نشد. ولی اون دوده سبزی که باعث شد آدم ها سیم خاردار از تو کلشون در بیاد، ربطی به این جنازه نداره و یه افکتیه که یه کسی اینو زده. یه کسی درست کرده.
اوه، یعنی همون لحظه مرگش یه هایی کسی میزده که آدم دیگه مشکوکی نیستش تو این دوروبر؟ نه دیگه، الان خالی شد اینجا دیگه. فقط این... من و خانم و چند نفر آشپزاییم دیگه. آره، این چیزا رفتن و سه تا گارد اینو. من یادم نمیاد تو برای من داشتیم فرار میکردیم، بس هیچ جوری من کامیونیکیت نکردم چه اتفاقایی داشت میافتاد. من روحم خبر تو... نداره. زیدار هم میاد بالا. میوتی جیسون تو تو بگو تو آخه چت بودی؟ تن اتفاقی که افتاد که من از این هول پروگرام بیرون دیدم تو چت و ملنگ و مشنگی و همزی بغیرت بگیرم که بکشم بیرون خرطو خرش شد، اصلا وقتش چیزی نشد اصلا. و من نمیدونم کامیونیکیشن، من سندینگ که ندارم، من یه چیزی دارم که هر کیو که میبینم چش تو چش میبینم میتونم تو ذهنش صحبت کنم. چیز دیگه ای ندارم، پرمک نمیتونم همجی از خفا برای چیزی بفرستم. اوکی. در صورت آخرین مهمونایی که میام بیرون از پلا میای بالا، میرسی میبینی که زیدار و خانم کاسالانتر با سه تا سرباز تو سالن دارن جنازه ها رو بررسی میکنن. بس من به عربو میام یعنی بعضی مدت منم ملحق میشوشم بهشون، درسته؟ بله دیگه، الان اومدی. آره الان اومدم یه جایی. بله خب من میگم که آره من بهش توضیح میدم که چی شده و اینا، میگم خانم کاسالانتر به همون که دم هم در مورد اینکه جادو یکی انگار زده و همین که دیسپل کرده خانم کاسالانتر، بعد گفته بود که بریم بالا ادامه صحبتامو کنیم. میگم پاشو بریم بالا. آره من یه چیز دارم بگو. میخوام برم سراغ این آدمایی که چند نفر کشته شدن اونجا. زبده خورده دیگه، 6 تا دیگه نه؟ آره من دارم فکرم اینه بولکاریس دیگه الان میتونم هم ذهنی بهش بگم، منتها یکی از دور و برم نیست همجوریش میگم کلا، ولی میخوام مکالمه باش داشته باشم که خب الان موتیویشن ببین، الان اتفاقی که نتیجه این جریان این بود که این 6 نفر کشته شدن، به احتمال قوی نه کامل ولی به احتمال قوی شاید یکی از این کشته شدن یکی از این افراد مد نظر این کسی بوده که باعث بانی این جریانه. این 6 نفر رو اگه بشناسیم و پیدا بکنیم. آخه اینا سرباز بودن که اینا سرباز دقیقاً بودن. دو تاشون سرباز بودن، یکیشون خدمتکار بود، دو تاشون از مهمونا بودن. آه خوبه، پس من تمرکز میکنم رو اون دو تا مهمونا. تمرکز کنم تو مهمونا بهش تشریح بدم. اینوستیگیشن بریم. تاسه اینوستیگیشن بریم. قیافاشم سعی میکنم به خاطر بسپرم که بعداً هم بتونم. من دوباره 19 20 ریختم این دفعه. شد اوه 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 زیدار که چیزی به نظرش نمیاد، نمیشناسه خیلی، ولی تئوری رو ولی من دادم. ولی وولکاریس میگه که این فلانی این مثلا جفتشون آدمایی هن که ملت ازشون پول قرض میگیرن تو شهر، چیز میدن، چی میگن، وام میدن، لون شارک. آره آره جفتشون، یعنی هر دوتاشون چی میشونی فارسی خدا؟ میدم چی میگوریم. آره یه کلمه داره فارسی. آره من الان یادم چی چی خار، یه چیزی خار که میچیسی. آره. خور چیز خور چیز خورن چیز خورن همشون. آره سود خورن چیز خورن که باج میدن به ملت. یکی اینا به اینا بدهکار بوده، میتونی یکی از دلایل این جریان باشه. حالا اون میمونه اگر که بخواین تحقیق بکنید ببینید که آیا اینا. من بعید میدونم، نمیدونم چون اصلا بگو. حالا همین دیگه شما میفهمید که این با تاسی که آورد بولکاریس، میفهمید که این دوتا از آدمایی هن که تو شهر معروف هم به این که وام میدن و با بهره بالا و از این حرفا، ولی آدم های خلافکار هم هستن، یعنی یه مدل مافیاتوریه، نزول خور، یعنی دو تا کله گنده فکر کنم مافیا رو که یکیش کازینو رو اون میکنه، یکیش مثلا یه بیزنس دیگه اون شکلی رو که با قمار ربط داره، اینا کله شدن جفتشون. آقا این کاسالاندرا خیلی چیز هم ها. حالا به های مسئله اینه بخوای با این زنه صحبت کنیم یا اینکه واسه خودمون نگه داریم جریان؟ اصلا نه به اون که نمیگیم چیزی، من که اصلا جور زنه بگیم. من حالا من الان که میبینمش ذهنی، اینم میدونه که من ذهنی میتونم باش صحبت کنم دیگه، وقتی میبینمش میتونم صحبت کنم. میگم که در ضمن یه نفرم بالا زیر شیفونی بسته شده به زنجیر و دیوار، من رفتم دیدمش، هیچی کاری هم نکردم،
سر انداختم پایین اومدم، ولی بعدم باید بیام اینجا دوباره به صورت همون قواری که هستم تحقیق کنم. این چیزا رو بهش میگم. اینو که بهم میگه میگم باشه، خیلی ممنون، خیلی متاسفم که اتفاق افتاد. ذهنی تو ذهن بولکاریس میگه اینا رو. آره. اینا رو تو ذهن بولکاریس میگه که یه نفرم به زنجیر تو طبقه بالاست. آره. من که اینو میفهم میگم خب از خانم کاسالاندر تشکر میکنم، میگم اگه کاری داشتین به ما حتما یه خبری بدین، فکر میکنم به زودی هم پلیس پیداش بشه. من میگم زیدار ما هم پاشیم بریم که مزاحم نشیم. اوکی مرسی از ازتون تشکر میکنن. آقای کاسالاندر هم موقع از پله ها میاد پایین و شما رو بدرقه میکنن از خونه بیرون و دوتایی دم در واسدادن دست به دست هم. همون موقع که شما دارین میرین بیرون میبینین بازرس بارنیبوس با همکارش و دار دسته سلام دارن میان و میبینین که با یه قر زیر سیبیلی از بغل شما رد میشه، میگه دیگه اینجا it's a police investigation. میاد میگه تحقیقات باز پولیس. تو زیدار باز تو نه اصلا دیگه بروش نمیاره که اصلا زیدار رو دیده یه اینجوری میکنه و میره میره بالا که ببینه چه خبر. خلاصه شما که میریم بیرون پلیس میاد و دیگه برمیگردید به کافتون و اینجا میشه به من توضیح بدی کامل همه چی و حالا زیدار لطفا که چیا دیدی و اینا همه اون چیزایی که رفتی زیر زمین دیدی. آره همه اون چیزایی که تو شنیدی الانو براش توضیح میدم و اینکه من قسم اینه که تا استراحت کردم دوباره جادو مادو جون اینا پر شد یه تحقیق زیرزمینی قباری میخوام برم دوباره سراغ اون یارو تو اون اتاقه، ولی حالا به هر حال برگردیم بازی کنیم وقت بگذره. من میگم قبل از اینکه من اینا رو که میگم آقا ببین این خیلی عجیب و غریبه مشکوکه، این خانواده شیطان پرستی تو خونهشون شکل میگیره، بالای نفر رو به زنجیر بستن، از زیر دارن آدما رو چیکار میکنن، تو چادره اون گد و گشنه رو میکشتن، چیکار اونا رو سگ مینداختن تو جهنم و توی پورتالی. یعنی اصلا there's so much shit going on. بعدم من یعنی اصلا یه خانواده مگه میتونه انقدر سکلتن تو کلازت داشته باشه دیگه؟ من مطمئنم این خانم کاسالاندر و آقای کاسالاندر هم با هم دیگه چیزن، سوینگرن و اوپن ریلیشنشیپن و اینکه این یارو خوشش میاد یکی ببندتش به دیوار جلوش زنش یکی بکنه، برای همین این اصلا شیطان پرستن کارو میکنه، شلاق بزنه و نمیدونم کیرخاش ببندی سرخ شه و اینا. بعد برای همین ما بعدا باید با اینو معاشرت کنیم، این یک. ولی دو، یکی هم اون بالا بستن توی دیوار زنجیر و روی اعصابم رو مخم، میخوام برم اولین فرصت با این یارو صحبت بکنم. این دوتا موضوع هم من دارم. خب ببین من به زیدار میگم که اول از همه من میگم بیا بریم با کلجا رئیس دست خاک سیبر که بریم صحبت بکنیم، یا دو تا آدم وایز بریم حرف بزنیم، اینا رو هم توضیح بدیم، مثل آدمایی که میخوان برن کوهنوردی قبلش به همه لو جی پی اس میدن میگه ما اینجا یه اتفاقی افتاد، بریم حداقل اینا فرصت نگذره از اونجا دور شه به اتفاقی بیفته واسه این. آره تو خو استراحت کن، من میرم پیش کلجا، تو برگرد برو خون، من میرم پیش. آره کلجا. بیا جدا شیم چون اینا معرض جداست، در واقع نیمه شب همم مهمونی ان این برون کسی نیست. اگر موضوع خوبیه صبح بریم اصلا خوب شد. نه خیلی خوبه اصلا، درست شد اصلا، فهم معلوم شد چی میشه، میریم استراحت میکنیم، بیدار که شدیم سر صبحونه حرف میزنیم و تو برو سراغ کلجا، من میرم سراغ خونه تحقیقات دودی. اوکی خوبه؟ آره اوکی. امشب هم ولی با کلی احتیاط میخوابم، یعنی مثلا لایه در یه دونه چوب میذارم و نمیدونم مثلا هزار تا تله مله و همه چی سعی میکنم بذارم که اگه کسی اومد سریع خواب بپرم و باشه. یه تاس بریز دکسریتی مودیفایرتو بهش اضافه کن برای اینکه ببینیم تله هات با چه مهارتی. من؟ نه بولکاریس به درد نمیخوره. یه خرس هم بیاد بره نمیدونم شب تلاوت چیز شده، ولی حالا از شوخی گذشته موقعی که خواب هستی یه تاس هوشیاری با دیس ادوانتج بریز، یعنی دوتا بریز کمتری نشه انتخاب کن. تو هم همینجور سیدا
تاسه چند وجهی بریزم؟ تاسه چی بریزم؟ تاسه 20 وجهی دو تا بریز. پرسپشن دیگه. آه یا پرسپشن بریز. دو تا پرسپشن. دو تا پرسپشن بریزم مثلا. کمترینش انتخاب. بریم تو پرسپشن. یه پرسپشن. دو پرسپشن. خب خدا رو شکر به خوب ریختی. تو با یه صدای از خواب بیدار میشی و میبینی که لای در باز شد و یه چیزی رفت بیرون که نمیبینیش و در بسته شد. یعنی یه چیزی تو اتاقت بود که رفت بیرون، در بسته شد ولی ندیدی، نه هیچ، نه سایه‌ای داشت نه هیچ چیزی، انگار که یه نفر غیب بوده باشه. با تمام وجودی که میتونم این کار رو بکنم به سمتش حرکت میکنم، دنبالش میکنم. اگه ولی بولکاریس دوربر نیستش نه؟ نه نه تو اتاق خوابت بالای بالاست، باید از پایین بیای پایین. میدوام دنبالش. چیزی نیست که ببینی به دوی دنبالش. نمیبینم دیگه، میدوام هیچ نیم. آره. میدوام در وا میکنم، هیچی نمیبینم دیگه. میدوی در باز میکنی، راه رو خالیه، راه پله خالیه. تو اتاق میبینی که یه نوت رو زمینه. رو برش میدارم دیگه. میبینی روش نوشتن که با آتیش بازی نکنید. بابا تهدید کردین ما رو. ای بابا آخ. میدونی که از زایده رو تهدید بعدش میاد. یعنی یه دونه کار هست که نباید بکنی با زایده. تهدیدش کنی. خیلی خواه. خیلی خوب، خیلی ممنون. خیلی خوب دیکایش نتونم بکنم، نه از کی هست، از چی هست، ولی به همون زندگی به دامه میدم دیگه. برمه صبح همون گفتم اوکی. نمیشه صبح میشه. اینا رو برای من تعریف میکنی صبح زی دار با هی بگو اینا رو دود. آره دیگه، آره صبح مکالمه ای که داشتیم ترکمه صبح مونه دست دیگه که آره صبح بلند میشی میبینی که پنجرت بازه، با اینکه شب پنجره رو بسته بودی. من؟ آره. و تله درت هم هست ولی باز نشده، چیزی نیفتاده از روش، ولی پنجرت رو مطمئنی بسته بودی، ولی الان پنجرت باز و با نسیم صبحگاهی از خواب بیدار میشی. واو یه تاسه اوشاری بگید. چقدر ریلکس اینا اومدن. ما اصلا چرا داریم این بازی رو میکنیم؟ میگم یه بار بزنیم، آبجو بفروشیم، ریلکس، دور از دردسر رو. این دنیای واقعی باید بکنیم. الان چه ما یه سمبل شیطان، یکی با انگشتش رو شیشه پنجره کشیده. از اون ستاره ها. بفرما دیگه، با شیطان داریم بازی میکنیم. خیلی خوب چیکار کنیم با این موضوع؟ چشم دل میبینی بهت میگه که دیشب هی خواستم بیدارت کنم، نفهمیدی که چی دیدی؟ کردم یه چیز بدی اومده بود توی ساختمون. خب چرا بیدارم نکردی بیشور؟ بابا خب نشدی بیدار دیگه، تاس کم ریختی. چیکار کنم؟ هرچی تو سرت داد زدم که پاشو پا نشد. آیا فرقی میکنه الان؟ به هر حال تو میخوای بری پیش کلجا و من میخوام برم پیش اون یارو زیر شیبونی، درسته؟ آره من میخوام برم کلجا در اطلاعات بگیرم و ببینم اون نصیحتش چیه وسط. منم اولین فرصت میخوام برگرم خونه. هی بهت میگم مواظب باشه، با این داریم با این سری جادوگر طرفی تو، یعنی شوخی نیستش. اگر که با زره و تشکیلات و همه چیتون هستین روی کاراکتر شیداتون برین اونا رو باید چیز بکنین، اکویپ بکنیم. من که اصلا زره ندارم و اینکه آره نه اگه چیز دیگه ای که در باره وولکاریس بیشتر. آره کلن هم دست خالی میخوام برم کلن اون تو، فقط میخوام برم یه رو حرف بزنم و بگرم. اوکی شما صبح میری پیش کلجا، اونم از اون ور میره، میرسه دم خونه کاسالانتر، میبینی که نیروهای پلیس همچنان اونجا، یه سری از این بندهای زرد هم کشیدن این ور اونور که کسی رد نشه، و اگرم بری جلو صحبت کنی میگن که تحقیقات پلیس هنوز تموم نشده و کسی، هر کسی بخواد با خانواده کاسالانتر ملاقات بکنه باید خودش معرفی.
توی زایدار. من هم؟ آره آه من فکر کنم تو بودی. خیلی خوب میام، خیلی ممنون. ولی میرم اون پشت پشت تبدیل قبار میشم، بعد یواشکی پنجره میرم تو. اوکی از پنجره میری تو و به سر میکنم نزدیکترین حالت. من فقط میخوام برم صاف سراغ شیرگونی، یعنی اگه بشم از بالا برم تو، چون اتاق تو اون اتاقی که پنجره نبود، برای سعی میکنم با توجه به اطلاعاتی که از ممبرین ساختمون دارم از نزدیکترین پنجره به اونجایی که یارو رو بستم وارد شم و صاف برم سراغ بیرون. اون اتاقش پنجره ای نداره؟ نداره، شاید نزدیکترین اتاق بهش یه پنجره، مثل یه کمد میموند. آره مثل یه کمده که فقط یه در داشت. خب این پنجره درش... جلو درش هم ورودی سیمبل داشت که نفهمیدی سیمبل چیکار میکنه. من سعی میکنم که از این پنجره بالکن، نزدیکترین پنجره ای که از رو بالکن از بیرون به این اتاق هست وارد شم و یواشکی برم دوباره تون اتاقه و از اون سیمبلم به سوی بخاره رد شم و برم گوشه اتاق، یعنی اینجایی که الان دارم علامت میزنم، و تبدیل به آدم شم و با یارو حرف بزنم. اوکی خب اگر مانعی در راه نیست، نیست، اگر هست بارم ببینم چیکار کنم. شما تا اونجا میری به صورت غبار، مانعی هم در راهت نیست، یارو هنوز هست؟ آره یارو هنوز هم اینجوری هست و میایی تو اتاق ظاهر میشی. این ور اتاق یه سوراخ کوچولو تو زمین میبینی، مثل مثلا هواکش، هواکش در حدی که آدم رد نمیشه از توش، شاش و اینا مثلا. مثلا خب خب میبینم، ولی یارو من میبینه، یارو متوجه میشه که یه چیزی تو اتاقه، ولی چون تو حالت قوارت هستی درست متوجه نمیشه، ولی تبدیل به آدم میشه. مهرت رو بذار هر جا که میخوای تبدیل به آدم میشه. تا باش حرف میزنم، بعد که تبدیل آقا باشم میرم تو اسراح، ولی قبلش میخوام با یه رو حرف بزنم. این مهره منه و من میرم این گوشه اتاق، جایی که از دسترسش نم، اتاق چه قدیمی تو من دسترسش نم، اتاق کوچولوه، میبینی که چهار دیواریش همینقدر از این ور تا این ور. خیلی خوب چهار دیواریش همینقدر. تا آدم میشم میگم که خودسری تو حفظ کن، من دوست هستم. اونجایی که تو ظاهر شدی پشتش هستی و چون این دستاش و پاهاش به دیواره نمیتونه برگرده پشتش رو نگاه کنه، سرش هم بستن، دهنش هم بستن، واسه همین هیچ جوری نمیتونه برگرده پشتش. ردیفه، ایوال فقط میبینی که یه تکونی میخوره وقتی که صداتو میشنوه. بهش میگم که الان میخوام دهنتو باز کنم، سعی کن که سر صدا نکنم. میگه من احتیاجی ندارم که دهنم باز شه که حرف بزنم تو ذهنت. واو واو ای والا، میگم تو چی هستی؟ چرا اینجا بسته شدی؟ اینجا چه اتفاقی افتاده؟ میگه من ساندریوس پسر کاسالانترم که منو به شیطون فروخته. من فکرم کینکو ایناست مثلا، شاید خوشت میاد از این حالا. یه تاسه هیستوری بریز راجبه کاسالانترا ببینم یه چیزی. آخرین هیستوری و ریلیجن که ما تو زندگی اون امتیاز آقای سیپو زیادمون بشتدیم الان بالاخره به یه دردی خوردیم، کتاب خوندیم. به یه دردی خورد، آره. بابا دیگه میگو من کتاب نخوند. ببینم راجبش کتاب خوندیم یا نه. بیست. همه چی رو فهمیدم. 25. 25 کلن. تو تاریخ قبل از ورود شیطان هم. به دلایلی که فقط خونده بودی این خانواده از قدیم با شیطان در ارتباط بوده، دیگه انقدر روشون زوم شدی که دیگه همه چیشونو میدونی. و میدونی که یه پسر داشتن و یه دختر و پسرشون ناپدید شده، مفقود میشه وقتی که 12 سالش بوده. و از اون موقع دیگه پیداش نکردن. واو. و هنوز اوپن کیسه به قول معروف، به قول انگلیسی ها، روی این چیز دارن کار میکنن هنوز. خب بگو تاو شد. آره بهت میگه که منو باز کن.
مثلا همین رو بپرسم الان دست پاتو باز بکنم میتونی راوری چجوریه وضعت؟ الان بازت میکنم، بازش میکنم. یه صدا میشنوی، من جای تو بودم این کارو نمیکردم. از سرم، تو سرم میشنوم؟ نه تو گوشت میشنوی. تو گوشم میشنوم. میشناسم از این ور اتاق. دستمون تو کی هستی؟ تو ذهنم سعی کنم بهش بگم. تو نمیبینیش که بخوای تو ذهنش حرف بزنی. خب بلند میگم، میگم تو کی هستی؟ میگه که بدترین خواب زندگیت. بازش میکنم. بازش میکنی؟ آره. بعد دارم بهش میگم، میگم یه نفر اون گوشه اتاق میگه به میگه این کارو نکن. بعد در همین دارم ولی دارم بازش میکنم بهش میگم. باید تاس بریزی. اگر تو زودتر از من بودی تو بازش میکنی. اگه من زودتر از تو بودم من حمله ایت کاری میبندمت. آره. چیزه باید اینیشیتی بریزم نه؟ آره اینیشیتی. یه تاس بیستایی بریز. من میریزم جلو ببین میتونی از من بیشتر بریزی یا نه. مگه فقط یک و دو بریزی که از من کمتر بشی. اینیشیتی و هم اینه هسته. آه داشت یک میومد. اوکی تو جلوتر از من. شما یکی از زنجیرهای اونو باز میکنی. میگم حالا میگیم زنجیر، یکی از زنجیرهای دستشو باز میکنی. یه تاسم برای اون بریزم ببینم نوبت اون که. اوکی. بعد اون یه حمله با همون زنجیره میکنه به اون جایی که اوه بیس ریختم. اون چرکوند خیلی بد شد. شما میبینید که یه با زنجیر میزنه این گوشه و آقای کاسالانتر اونجا ظاهر میشه. زنش مال من شد. حالا این الان 20 ریختن دی 100 داره. کریتیکالشو میذارم شما بریزی واسه آید. اوه بریز آیدار، یه دی 100 بریز بالا. اگه خوب بریزی ممکنه میکشید. بمیره. میکشید. چقدر خوب میشه بمیره همونجا. بچه تمام انگرشو 20 سال جمع کرد. چند؟ بو! 100! او مای گاد! 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 ترکی با پسره تمام خشم میاد از همه بازی رو با هم میگه. میگه اصلا دو آدم زندانی من یه چیز دارم. خفت ترین تاس این بازی. این باورم نمیشه صد ریخت. صد خیلی ضربه سنگینی بود. من میخوام که مثلا سرم گیج رفت. شت صد. شما میبینید که این با زنجیرش میزنه و زنجیره، یعنی اون همه سال کشیده قلب یارو رو از تو. من عکسش واسه تون فرستادم که ببینیم توی رولتونی توی چت. زنجیره رو که میفرستی سرش یه سری تیغای خیلی تیزی در میاد و میخوره قلب یارو رو از تو تنش میکشه بیرون. واو. همونجا جا در جا میمیره جناب کاسالانتر. عجب جونوری هم هست. بهتر بابا مردی که قرم ساخت همون شهر رو هم ریخته بود. بعد میبینیم با همون زنجیره که مونده این یه جوری زنجیرها رو کنترل میکنه. اون یکی زنجیرش هم پاره میکنه و همین چهار تا زنجیر به تنش بسته میشن مثل زره. دور دستش و بدنش رو میگیره و این یارو دهنبندش هم نمیندازه، همینجوری فقط میذاره باشه به عنوان افر و صورتش. بعد میگه اینا منو تبدیل به یه شیطان کردن برای اینکه بدهیشون رو به شیطان بدن. روحم رو فروختم. پف تو گوره پدست سگت. یه دونه زنجیر دیگه هم میبینی میزنه به بابایه. بعد میگه که من این خونه رو تا به آتیش نکشم کارم با اینجا تموم نشد. میگه روح منم فروختن. با چجوری پس بگیم روحمونو؟ میگه که
سعی کن نمیری. میگه اگه بمیری روحت اون وقت میره. تبدیل به یه چیزی مثل من ممکنه بشی. تو میدونی اونور این سوراخ چیه؟ جهنم. چی فکر کردی؟ واو. بهت میگه که اون پایین راه به جهنم داره. واو. شت. بریم خود شیطان رو پیدا کنیم باش حرف بزنم. میگه من خیلی راجبش میدونم. میگه ولی فعلا باید انتخابم از این پدر مادر خیلی قشنگ و زیبان بگیرم. منم پایم. بزن بریم. و میگه که من همه اینجا رو آتیش میکشم. میگه آتیش بلدی بزنی؟ یه کاریش میکنیم. بزن بریم. پس از همینجا شروع کن. همینجا که جنازه هست و به آتیش بزن. الدریش بلاست میذارم میترکونم جنازه رو. اوکی. شما اونجا شروع میکنید آتیش بازی. آره. اگر این پیش شما باورم نمیشه 20 بعد ساعت. What are the odds? واو. What are the odds? 20 بعد ساعت. بعد مدل من این سناریو رو پیش بینی کرده بودم. ولی این یه وجود یه زیدار در اونجا. آقا میگم نباید زیدار رو تهدید میکردی. گفتم دیگه کارش رو باید همین بود دیگه. خوشی داره میبینه. هیچ وقت نباید زیدار رو تهدید کنی. خیلی بار بود. زنه عصای سیاه بهت میگه که گزارش های بارنبوس رو ما شنیدیم در مورد تحقیقاتش و اونم معتقده که اون جادویی که اونجا زده شده ربطی به این چیز نداره. ضمن این که از همه شواهد صبح ما تحقیق کردیم هیچ که هیچی یادش نیست. همه میگم من میگم داستان جسدارم بهش میگم و اون بالا می آدم بود و اینا. میگم واقعا این خانواده چرا این کارا رو داره میکنه؟ یعنی باید جرشون رو گرفت. میگه اگر که این حقیقت داشته باشه همین الان باید بریم حکم چیز رو بگیریم و بریم اونجا برای باز. خب پس بریم پلیس سری. اوکی. شما سری را میفتیم میرین و وقتی میرسیم میبینیم که از دور یه دود گونده آتیش در افق نمایانه و میبینید که خونه کاسالانتر توی یه پارچه حریق داره میسوزه. و به نظرم میمیسته که آتش نشانی بتونه این آتش رو خاموش بکنه. ولی در هر صورت میبینی که همه به دو به دو دارن میرن و کلجام خودش رو سریعا میرسونه به محل و سعی میکنه که با ایجاد بارون در اون منطقه چیز کنه. یه ذره کنترل کنه. میبینی آره داره جادو با از طریق جادو ابرا رو جمع میکنه و اونجا ایجاد بارون داره میکنه که بدون آتیش رو زودتر خاموش بکنه. زیدار تو این فاصله به من بگو چیکار میکنی؟ وقتی خونه رو آتیش میزنی بعدش چیکار میکنی؟ هیچی، از خونه میام بیرون یه بلندی پیدا میکنم میشینم به در آتیش افتادن خونه نگاه میکنم. اوکی دیگه. پس تو از تو بلندی میبینی که نیروی پلیس داره میاد، آتش نشانی داره میاد، خونه اون یارو کجا رفت؟ یارو کجا رفت؟ یارو مون تو خونه. یارو مون تو خونه. آره یارو میمون مون تو خونه. نه در نیومد. بقل رفتم بشه دست میدم میگم که خیلی امروز خوشحالم که یه نفر زندانی رو آزاد کردم. میگه اگه اومدی جهنم سراغمو بگیر. میگیرم. اسمت چیه؟ اسمت چیه؟ میگه که سول سلطان. 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 سلطان غم. خیلی خوب. سولدیوس یه همچین چیزی بود ولی آره یادم نمیاد. ولی بالا برای تو بشه سلطان. سلطان اسم خوبی هست. فعلا تماشا دارم. اوکی. تو از اون بالا تماشا میکنی و تو هم از اون پایینی و خبری از زیدار هم نیست و میدونی که احتمالا یه جایی یا تو اون آتیش هست یا یه گوی زده دیگه چی شده. با میسی اونجا یا برمیگردی میری توی کافه؟ نه بابا میرم سمت خونه ببینم بیشتر چه خبره. میرم نزدیکتر به با کجا میرم نزدیکتر با خونه ببینم چه جوری داستان پلیس اومده و فلان اینا. آره دیگه این یه برنامه چند ساعته است که آتیش رو بتونن مهار کنن و خاموش بکنن به خونه های بغلی. میرم که ببینم چه خبر رو چی شده دیگه. میرم یه ذره اینوستیگیت کنم. اوکی. یه تاس اینوستیگیشن بریز. <تص->
اونجا دارم مثلا این آتیش این وره من دارم اون باره نگاه میکنم تن 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 و چیز بود اون دوپونت و دوپونت چی بودن؟ دوتا تامسن توینز تامسن توینز اون دوتا دوقلوا میری خیلی تحقیقات گسترده ای رو اونجا انجام میدیم ولی هیچی دستگیرت نمیشه و دیگه برمیگردی یعنی یا باید اینجا واسی تا اینا آتیشو خاموش کنن یا اینکه من وام میستم که مثلا پلیس هم با کلجو منتقل کنم دیگه. اوکی تو پلیس نیستی تحقیقات ویژه ای اگر که بهت احتیاج باشه باید نگه بارنابوس این دیدم و تونستم یقت شما به بارنابوس خبرم توضیح دادم که چیا دیدیم ما تو این خونه بارنابوس اونجا هست 100% اوکی میخوام برم اونو پیداش کنم. آها بگو. آره نه پیداش میکنم اونجا هست تو منطقه. میگه که میگه خب فکر کنم همشون رفتن به جهنم. میگه در صورت کاری نمیشه برای کسی که تو این آتیش هیچ کس احتمالاً زنده نمونده. میگه حیف شد دخترشون خیلی خوشگل بود. خانومشون هم البته خوشگل بودن ولی خب دخترشون خیلی خوشگل بود. چه بارنابوس سکسیست حالای خوشگل نبود حیف نبود. همون پلیس قدیمی هست دیگه. آره مود قدیمی آقای بارنابوس. بعد بارنابوس میگه راستی این دوستت کجاست؟ تعجب میکنم اون نیست. منم تعجب میکنم که نیستش. من اینا رو نمیبینم از جایی که هستم. تو از بالا مسلطی میبینی که وولکاریس داره با پلیس صحبت میکنه. من تو وولکاریس رو میبینم و با پلیس میرم بعد که قدم زنم میرم سمتشون دیگه احتمالاً الان میرسم. آره تو داری با بارنابوس صحبت میکنی میگی نمیدونم کجاست همون موقع میبینی سر صدای زیدار از اون پشت اومده. یه ذرم بوی سوخته میده. بارنابوس بهت نگاه میکنه و به نظرش میاد که میگه که من مطمئنم تو یه دستی داشتی میگه بوش میاد. چه خبره اینجا؟ چه آتیشی به پا شده؟ یه حتی نکرده لباساشو عوض بکن. چه آتیشی به پا شده اینجا؟ میگه من تو گزارشم اینو مینویسم ولی شخص زیدار مثل همیشه در محل خرابکاری. زیدار خودتون میدونید دیگه همیشه هستش هر جایی که خرابکاری باشه تو سانه ای. من دیر رسیدم به اینجا دیر رسیدم. آتیش برا شده بود خیلی حیف شد دخترشون خیلی خوشگل بود. پرسویژن هم خیلی خوبه. از لحاظ زمانی بازی داریم هنوز اینکه نه دیگه میتونیم ببندیم. فقط یه چیز کن فقط آخرین چیز که من میگم سعی کنیم ببینیم که کسی زنده مونده یا نمونده. تو تحقیقات آخرتون پلیس ها جسد دارو میکشن بیرون نمیکشن چیزی پیدا میکنن؟ پلیس یه سری جسد سوخته میکشه بیرون. چرا؟ ولی قابل شناسایی نیست. یکی از یه دقیقه اجازه بدیم من زایدار تو هر وقت منو میبینی به من توضیح بده ذهنی همه چیز رو یه یاد میره رول پلین گیم ها من نمیدونم تو چه اتفاقی افتاده. آره خیلی آره تا دیدمش تو ذهنم هم میگم که یا تو ذهنم به این یارو میگم آزادش کردم. همه چی بهم میگی دیگه اون یارو که آزادش کردم اینجا رو باشه. عجب داستانی. آره از بهت میگم دراما. یعنی ما بریم یک کتاب بنویسیم دیگه به جای ادونچر دیگه داشتیم به انتی کافی ادونچر دیگه. پسر کاسالانتر بود و قصدش دسته بودنش اونجا و اینجا رو باشه کشت. کاش که میگفتی میمواد کافه ما پیش ما با میمواد تو اکیپ ما جزو تیم ما میشد. نه بابا این یارو خون رو شششو گرفته بود. عجب زره ای داشت خیلی خفن بود. زره شو برای من میگرفتی بوده نمیشتی که اون اگه اینجوری که تو تعریف میکنی زنجیری دوره شده بهترین حالت شده است. آره بابا خیلی به نظر میرسه که خانوم و دخترشون در آتش سوزی با چند تا از خدم و حشم و گارداشون سوختن به اضافه آقای کاسلاند. میگه همه خانواده متاسفانه در این سانحه ناگوار رفتن. من میگم راستش بخواه خیلی ناراحت نیستم چون خیلی کار کثیفی داشتن میکردن تو این خونه ولی هر جونی براخره ارزشی داره. هر کاری هم میکردن هیچ وقت نشده اثبات بشه که آره
منم پرسویژنم بالاست، جوری که این فکر کنم دارم راست میگم شروع میکنم از ناراحتی میگم وای دخترشون خیلی خوشگل بود، خانومش هم خیلی خوشگل بود، از قصد سکسیستی که یه روز عبونه مشروب خودشه و مثلا احساس تعجب چیز میکنم، تعجبم رو ابراز میکنم که شک نکنه داره. این یه نگاهی به تو میکنه میگه مگه تو سلیقه‌ام داری؟ بفهم دیگه تیندر و گرایندر و مایندر و فایندر و همه رو با هم دیگه فایندر یه اپ که همه اینا رو هم دیگه بریزه. آره یه اپ که زمان دانجنز اند دراگونز یه اپ بساز. خلاصه برنامه های منو به هم ریختین دیگه. آقای کاسلاندر رو قتل نصف کوستا تمام، نصف کوستا تمام شد فکر کنم. وای اون که داره اون سری اون یارو شیطانه رو کشت با 20 امشب، ولی باور کن فکر میکنم جفتتون میبینیم. خب در صورت موفق ادامیز به یه جا رسید این داستان. آره ناباورانه. آره بابا ولی در عوضش دو تا لول زنی. واو داستان خیلی پرملات بود. واو نایس و اینجوری تونستین تمامش بکنید. دو تا لول زدید دفعه بعد. واو عجب چیزی زدی بابا، رفتم خول آخر رو آزاد کردم. آره اون 20 و 100 دیگه احتمالش خیلی کم بود اینجوریه. تو میمردی اگه یارو نمیکشتی با همون ضربه، تو میمردی. آره دیگه نوبت کاسالانتر میشد میکشتم 100% میمردی، همه رو میکشت. ولی تازه دیدی وقتی میمیری چی میشی. فعلا که زنده بودی. آره دعا کن زنده بمونی چون بمیری رفتی جهنم. از مرگ بدتر. آره اوکی آقا خیلی حالی آقا، تا بازی بعدی رو بریم چی میشه دیگه داستان. قربان شما عجب وضعیتی بود، باز از کون رو بردیم و دقیقه نبه. آره بابا میبینم تو مچه خدا حافظ. قربان همیکی.